یه مدتی هستش توی شبکه‌های اجتماعی یه سری پیجا رو ببینم که در تلاش این هستن که طبیعت رو تمیز کنن. تو ایرانن، توی کوهستان، جنگل، دریا، هر جایی که امکان داره دارن با تمام وجودشون این تلاش رو میکنن که طبیعت رو تمیز بکنن. و حالا بعضیشون دنباله، حالا میگن که مثلا 100 دفعه منو فالو کنه مثلا یه نهالم میکارم این اون، به هر دلیلی دارن طرف این کار رو انجام میده و بسیار قابل قدردانی و ارزش این کاری که دارن انجام میدن. ولی چیزی که دراجه بهش خیلی ذهنم مشغول میکرد این بودش که ما چرا آشغال میریزیم، چرا طبیعت رو به لجن میکشیم، واقعا چرا؟ به شخصه خیلی از بچه ها دور و برم، منو مثلا خانم نظافت، نمیتونم خانم شهرداری، خانم زباله صدا میکنن. خب القاب میدم، من به القابشون کاری ندارم. من در حقیقت موضوع اینجاست که من هر جا آشغال تو بیرون میبینم برمیدارم جمع میکنم زم سرد آشغال. مثلا همین چند وقت پیش نشسته بودم کوچمونو تمیز کرده بودم، اصلا برام مهم نیست کسی بگه دست درد نکنه یا نه، دنبال فالوور نبودم، دنبال ضبط کردن کاری که انجام دادم نبودم، فقط دلم میخواست این کارو کلا انجام بدم چون حوصله دیدن آشغال رو دور برم نداشتم. والا بماند که من یک صد کامل پر کردم و با اینکه حالا من توی انگلیس هم اتفاق داره میفته، وای به حال ایران و جاهای دیگه. یا حتی مثلا رفتم دریا، شهر زیبای برموس، و 21 نایلون زباله رو من تو آب گرمای 30 درجه توی ساحل جمع کردم، شیشه شکسته و مردم همینجور بودم، حداقل بگم بگه 100 هزار نفر کم نبودن، بیشتر بوده که کمتر نبوده، و ساحل جای سوزن انداختن نبود و ساحل به لجن کشیده بودن. اما واقعا چرا اتفاق میفته؟ چند وقت پیش رفته بودم سوئیس، احساس خودم رو میخوام بهتون بگم. یه جایی رفتیم تلکابین قشنگ و زیبا، یه جا بودش بیشتر یک ساعت تو صف بودم، بعد گفتن که تیکه تیکه گرفتیم بلیتت، شامل این فعالیت نمیشه که انجام بدی، و من یک ساعت تو خود تو صف بودم و خیلی عصبانیم کرده بودیم موضوع. و وقتی از تلکابین اومدم بیرون دستم یه بطری آب بود و میخواستم یه گوشه پرتش کنم. و سوئیس بسیار زیباست، بسیار بکره، بسیار تمیزه. تو همون لحظه چیزی به خودم تو ذهنم، الان عصبانی هستی میخوای اینجا رو به لجن میکشی. بعد به خودم یه چیزی گفتم، آیا این افرادی که طبیعت رو به لجن میکشن آدم های عصبانی هستن؟ به نظرم هستم، میتونه حداقل درصدشون باشه. اینکه یه وقتی زندگی خیلی با آدم فشار میاره و این فشار رو درون خودت جمع میکنی، تخلیه نمیکنی و میری سر کوچکتر از خودت پیاده میکنی، سر بزرگتر از خودت میتونی پیاده کنی، صورت نمیرسه. قانون جنگل، هر چقدر ما توی 2024 داریم زندگی میکنیم، قانون جنگله و اینکه زورت رو به بزرگتر از خودت نمیرسه و به کوچکتر از خودت زورت میرسه. و بی‌پناه‌تر از طبیعت، مظلوم‌تر از طبیعت چیز دیگه‌ای هم هست به نظر شما؟ به نظر من نیست. و اینکه اگه عصبانی هستی یه راه پیدا کن اون عصبانیت تو مدیریت کن واقعا، چون ما به طبیعت تمیز نیاز داریم برای نسل آیندهمون. شاید بگه گور بابای بقیه کرده که به فکر من بود، اما اگه قرار باشه همین جوری ادامه بدیم ما یک زنجیره عصبانی رو خواهیم داشت. مطمئنم پدر بزرگاتون طبیعت رو حفظ کردن که الان به شماها دادن. مهم نیستش که ما در کجای این دنیا زندگی میکنیم، با چه دولتی داریم واقعا دست و پنجه نرم میکنیم، مهم اینه که چطوری خودمون رو مدیریت بکنیم، احساسمون، عاطفه‌هامون، احساس خشممون. یک لحظه به خودمون میاد آیا کاری که واقعا درست داریم انجام میدیم آیا واقعا درسته؟ آیا با پرت کردن اون عصبانیتمون، اون آشغال به طبیعت، آیا واقعا تخلیه میشی؟ یه شعار زشتی توی ایران هست و بسیار زشته، اونم اینه که شهر ما خانه ما، شهرداری نوکر ما.
به نظرم ما باید فرهنگ از ژاپن یاد بگیریم که تا حد امکان سطلاشو تو خیابونش نمیذاره و هر کی هر چی میخوره یه پلاستیک بگ تو کیفش داره، آشغالشو میریزه تو کیفش، بعد میبره خونش، تو سطلاشگال خونش تخلیه میکنه. این همه تفاوت فرهنگی. میگونو تحت فشار نیستند، فقط من اعصابم خورده، فقط من مشکلات مالی به فشار میاره. مشکلات مال هممونه، چطور رفتار کردنمون، چطور برخورد کردن ما با اون مشکل هستش که تفاوت رو ایجاد میکنه. بیایید از این به بعد به خودمون اینو بگیم که ما تفاوت رو ما ایجاد میکنیم، ما فالو نمی کنیم کسایی که کثافت میزنن به طبیعت. بذارید افراد دیگه ما رو فالو کنن، ما رو الگوی خودشون بکنن توی خوب بودن، توی تمیز نگه داشتن طبیعتمون، توی توجه کردن به احساسات و عواطف بقیه. شب خوبی داشته باشید.